مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن، تحریم ها امپراتوری 200 میلیارد دلاری خامنه ای را هدف قرار دادند. مدیر اندیشکده هادسن، تحریم خامنه ای مقابله با تجاوزگری های رژیم ایران. اعتصاب پزشکان کلینیک تخصصی گچساران. سلام میکنم حضور شما بینندگان عزیز. آخرین خبرهای این ساعت رو تقدیم حضورتون میکنم. مارک دوبوویتس، مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن، درباره تحریم های جدید آمریکا گفت تصمیم دولت آمریکا مبنی بر تحریم خامنه ای، دفترش و ابزارهای مالی او تنها از یک اهمیت نمادین برخوردار نیست. دولت آمریکا با این فرمان اجرایی تازه امپراتوری 200 میلیارد دلاری خامنه ای را که شامل نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و دیگر بنیادها و شرکت‌های تحت کنترل خامنه ای و افراد اوست، هدف قرار داده است. کن واینستین، مدیر اندیشکده هادسن، درباره تحریم خامنه ای و سرکردگان سپاه گفت این تحریم به معنی این است که آمریکا اجازه نخواهد داد تجاوزگری های رژیم ایران بدون مجازات بماند. ضربه این تحریم ها به ویژه از این جهت شدید است که مقام های رژیم ایران دیگر نمی توانند از دارایی هایی که از روش های نامشروع به دست آورده اند و غالبا از مردم تهیدست دزدیده اند استفاده کنند. صبح امروز 3 کارگر در یک ساختمان در حال ساخت در شهرک نوکاباد خاش در استان سیستان و بلوچستان مشغول کار بودند که به علت ریزش سقف ساختمان و نبود ایمنی کار متاسفانه 2 نفر جان باختند و 1 نفر مجروح شد. اعتصاب پزشکان کلینیک تخصصی درمانی موسوم به ولفجر گچساران امروز برای 3 روز متوالی ادامه داشت. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان از روز سه‌شنبه اعتصاب کردند. پاسدار علی لاریجانی، رئیس مجلس ارتجاع، استیصال رژیم نسبت به موقعیت بین‌المللی مجاهدین را نشان داد و مدعی شد آمریکا اطلاعات خود را از مجاهدین به دست می‌آورد. وی ناامیدی خود را از اروپا برای حفظ برجام نشان داد و گفت این شرایط نشان می‌دهد اروپایی‌ها وزنی ندارند. بعد از خروج آمریکا از برجام، اروپایی‌ها از ما خواستند چند هفته فرصت بدهیم و پاسخ متقابل را به آمریکا ندهیم و حتی پیشنهاداتی را مبنی بر همکاری‌های بانکی و خرید نفت از ایران مطرح کردند که در نهایت باز هم نتوانستند اقدامی انجام دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دولتی آلمان گفت این کشور نسبت به تنش‌های ایران نگران است و این موضوع ممکن است در بسیاری گفتگوها در اجلاس سران G20 در ژاپن مطرح شود. اجلاس G20 امروز در اوزاکای ژاپن برگزار می شود. پاسداران جنایت پیشه به یک کولبر در بانه در استان کردستان شلیک کردند و وی را به قتل رساندند. این هموطن کرد که هیمن صالح‌پور نام داشت 21 ساله بود که با شلیک مستقیم پاسداران در دم جان باخت. همچنین یک کولبر دیگر به نام عمر محمدی در مرز بانه با شلیک پاسداران مجروح شد. صبح روز پنجشنبه گروهی از کولبران به کمین پاسداران جنایت پیشه افتادند. با تشکر از همراهی شما با این بخش خبری، خدا نگهدار.